سلام دوستان وقتتون به خیر باشه دو تا خبر دیروز در رسانه منتشر شده من میخوام این دو تا خبر رو برای شما بخونم و در خصوص جزئیاتش با هم صحبت بکنیم یکی از خبرها کلیتش اینه داره به این اشاره میکنه که سعودی ها دارن تلاش میکنن مقابله داشته باشن با مقاومت لبنان خب باش نداریم خبر دوم میگه که اسرائیل داره تلاش میکنه پیرو درخواست هایی که سعودی داشته بینا پاتریوت پاتریوت که نه گنبد آهنی و مشابه بده که اینا در مقابل یمن دوام بیارن فهمید شد ببین داره میگه که عربستان داره کمک میکنه دشمن اسرائیل شکست بخوره اسرائیل داره کمک میکنه دشمن عربستان شکست بخوره چه جوری شد یعنی مثلا تو عربستانی با یمن درگیری درگیری یمن باشی که به دشمن اسرائیل لبنان چیکار داری به مقاومت لبنان چیکار داری یا مثلا تو اسرائیلی خب با مقاومت لبنان و غزه تو با یمن چیکار داری شد درگیری این شدی ببین دوستان خلاصه ماجرا اینه اگر شما بحرانی در غزه میبینی که یه طرفش سهیونسا هستن اگر شما یک بحران اقتصادی در لبنان میبینی که یه طرفش کشورهای غربی هستن و کشورهای عربی هستن و اگر شما یک بحران در یمن میبینی که یه طرفش عربستان سعودیه واقعیت این هست که اینها بحرانهایی برای لبنان و فلسطین و یمن نیست اینها جنگی از سوی عربستان و اسرائیل و آمریکا نیست ما شاهده یک مجموعه از نبردها برای مقابله و محور مقاومت هستیم این محور مقاومت محور مقاومت به وجود اومده ایالات متحده مقاومت به وجود اومده اینا خطرش رو فهمیدن حاکمان مرتجع حاکمان عرب پهنپیکر و حکامی که این سالها به ملت ها خیانت کردند به منطقه خیانت کردند پای آمریکایی ها رو به منطقه باز کردند کشورهای خودشون رو به استانهای دوم و سوم آمریکا تبدیل کردن حالا به خودشون اومده، اینا ملت ها دارن متحد میشن اصلا کاری با حاکمیت هم ندارم و براندازی هم انجام نمیدیم ما چرا باید براندازی بکنیم خودمون یه هماهنگی انجام میدیم تو لبنان یه سری رفیق داریم اونا یه سری کار انجام میدن تو عراق همیتو تو فلسطین همیتو جاهای دیگه هم همینطور براندازی هم بکنیم. تو حکومت تو بکن ما هم کارهای خودمون میکنیم حالا بعدن در خدمت هستیم فهمیدن این ماجرا رو فهمیدن و این ماجرا باعث شدی که اینها اتحادشون با همدیگه رو مت... به اصطلاح خودمون علنی تر بکنن و تلاش برای حفظ همدیگر جدیتر بکنه این خیلی عجیبه یعنی عربستان داره کمک میکنه اسرائیل رو حفظش بکنه حیرت آوره و اسرائیل داره کمک میکنه عربستان حفظ بشه چیزهایی که در ظاهر مثلا در سالن گذشته با هم اختلاف داشتن دیگه ولی الان ماجرا برعکس شده گزارش میخوام براتون بخونم توی این گزارش صرفا میخوام به بخش اول قضیه پردازم یعنی همون ماجرای خرید گنبد آهنی از اسرائیل حالا اون بخش دیگه شو میخوام بعداً خدمت شما عرض بکنم توی گزارش دیگه اون بخش تلاش های عربستان سعودی از لبنان اونو بعدا خدمت شما ارائه خواهم داد این گزارش رو یک رسانه عربی به نام عربی پست نوشته خیلی ابتدای گزارش خیلی جالبه میگه عربستان ششمین کشور در سطح دنیا از نظر هزینه های نظامی است که در سال 2020 میلیارد دلار هزینه کرده بعد حالا در ادامه گزارشش یه چیزی گفته وسطه گزارش گفته که یک یکی از کارشناس های واشنگتن گفته که این کشور وقتی میگیم 57 میلیارد دلار هزینه کرده یعنی یه چیزی در حدود 12 درصد از بودجه نظامی خودش رو ببخشید بودجه ملی خودش رو بودجه سالانه ملی خودش رو خرج خرید سلاح کرده یه جنگ رو افتاده عربستان و یمن دعوا شده کنار یمن ایران و یمن فقیرترین کشور منطقه است و فقیرترین کشور عربیه کنار آمریکا که کنار عربستان که ترین کشور عربیه و ششم کشور دنیا در حوزه خرید تسلیحات آمریکا واسطه بعد یمن پیروز داستان بوده یمن در کنارش ایران واسطه اون در کنارش آمریکا واسطه یمن پیروز میدان بوده عربستان به چالش کشیده شده دقت این و یه نکته جالب تو قبل اینکه بریم جلوتر ببینید داره چی میگه میگه که اینا 12 درصد بودجه سالانه رو خرج خرید خلی... سلاح کردن فهمین چی شد ببین عربستان سعودی یعنی اون کسایی که تو این کشور بودن انقدر شوتن انقدر تعطیل هستن که خرید سلاح رو با خرید امنیت برابر میدونه یعنی دوازده درصد بودجه رو بودجه نظامی خودش رو خرج خرید سلاح نکرد خرج خرید امنیت نکرده خرج خرید سلاح کرد این دو تا متفاوته متوجه منظورم هستین نه ساده ببین ایران اومده میگه که من یه بودجه سالانه ای دارم بعد در کنار این بودجه سالانه مثلا انقدر درصدش بودجه نظامی میه. باید خرج مسئله نظامی بکنم از این بودجه نظامی من برنامه‌م این نیست که تسلیحات بخرم این بودجه بودجه خرید سلاح نیست این بودجه بودجه خرید امنیته من باید باش امنیت برای مردم بخرم چجوری میخرم می‌خرم بودجه رو میبرم یه بخش رو توی فلسطین یه بخشش رو توی لبنان یه بخشش رو در نقاط دیگه امنیت می‌خرم عربستان چه جوری فهمیده عربستان اینجوری فهمیده که این بودجه برای خرید تسلیحاته تفاوتش رو در میدان نگاه بکنید ایران و یارانش کجای داستان قرار دارن عربستان و آمریکا کجای داستانن آمریکا به اینا اعتماد کرد تسلیات فروخ هم خودشون به چالش هم آمریکا پس خرید سلاح و خرید امنیت دو تا ماجره کاملا متفاوته و تو اگر نفهمی که برای امنیت باید هزینه بکنی یعنی به این تصور برسی که باید هزینه بکنی برای تسلیحات ششمین کشور دنیا در حوزه خرید جنگ افزار هم که باشی شکست میخوری از فرقی در این کشور عربی شکست میخوری بریم ادامه گزارش رو بخونیم ابتدای گزارش میگه که میگه عربستان از داشتن تسلیحاتی که بتواند از آن در برابر جنگ یمن حفاظت بکند ناتوان است بعد مثال زده گفته برای مثال در سال 2021 یمنی ها 11 موشک بالستیک به سمت عربستان شلیک کردند 375 حمله نظامی هم ترتیب دادند میگه همین عددهایی هایی که برای شما گفتم باعث شده که ذخایر موشک های پاتریوت عربستان سعودی در مقابله با حملات پهبادی یمنی ها خالی بشه فهمین چی شد رفته یه تعدادی سامانه خریده برای هر تیر چند میلیون دلار هزینه کرده اینه یه سری پهباد 15 هزار دلاری حالا این عدد هم عدد خیلی بالای سعودی ها میگن قیمت پهبادها خیلی پایین تره پهباد هزار دلاری فرستاده اون چند میلیون دلار گلولا همش هدر رفته زخایر رو اتمام رسیده بعد میگه که نیاز مبرم و آنی عربستان به این موشک ها نمیتواند منتظر پروسه طولانی و واگذاری این موشک ها از این آمریکا باشد فهمید چی شد باید مثلا آمریکا یه سری متحد منطقه‌ای داره بعد اینا میشن میرن آمریکا میگن که آقا ما داریم میجنگیم و شکست هم داریم میخوریم ما به عنوان ثروتمندترین کشور منطقه و استان تو در خاور میانه شکست میکنیم تو باید به اون موشک بدی آمریکا میگه که خیلی خوب من به تو موشک پاتریوت میدم ولی اول باید یه قرارداد ببندیم و اینکه وقتی که قرارداد بستیم تو باید این پروسه رو طی بکنی وقتی این پروسه تی شد این مثلا میره تاییدیه کنگره رو بگیره بعد میره فلانجا جا بعد اینجوری میشه اونجوری میشه من در فلان ماه موشک رو به تو تحویلش میدم موشک رو تحویلش می و توی عربستان این موشک عربستان دو تا چهار میکنه ببین این الان بحثش اینه میگه اینا دارن میرن پاتریوت میخرن یک پرسه طولانی داره به خاطر همین به خرید گنبد آهنین افتادن شما مرور بکن اون چیزی که ایران داره انجام میده ایران داره دو تا چهار تا میکنه بعد یه دفعه هممرز شده با اسرائیل به خاطر چالشایی که باید بتونه در حوزه امنیتی حلش بکنه از غزه بهش تماس میگیرن یه زنگ میزنن به سردار قانی میگن که آقای قانی ما الان توی غزه مثلا یه موشک فت نیاز داریم اوزه یه جوری که احساس میکنیم نیاز داریم بعد قانونی زنگ میزنه میگه فلانی تو قزه فردا تو قزه بهش تحویل میده موشکو روی ماهش رو نبوسیده نمیای تهران تو قزه بهش تحویل میده بعد اینا برای تقابلی که با یمن تعریف کردم باید برای یه پروسه طی بکنه یعنی ببین پول داره ها عربستان پول داره ولی باید پروسه طی بکنه برای خرید امنیتش باید پروسه طی بکنه چند ماه بره وقت بذاره تازه به برسه یا نرسه حالا میگه که این شرایط باعث شده که اینها به این جمعندی برسن که باید برن از اسرائیل گنبد آهنی بخرن بعد یه نکته میگه این نکته فوق العاده است به نظر من میگه که بعد از چالش هایی که عربستان سعودی پیدا کرده در به اصطلاح خودمون حوزه مقابله و پهوات ها اینا به این جمعندی هستن که برن از کشورهای دیگه خریداری بکنن بعد اشاره کرده به کجا اشاره کرده به قطر میفهمیشی شد این اختلافی که با قطر داشتن همه کشورهای عربی رو عربستان جمع کرد گفت من قطر رو تحریم میکنم تحریم میکنم یعنی چی یعنی تو اصلا از آسمون هیچ کس نمیتونی استفاده بکنی ایران اومد کمک قطر و ترکیه اومدن کمک کردن که این داستان به نتیجه نرسه ببین اون قطره رو که میخواست محوش بکنه الان باش رفیق شده دیگه رفاقته به خاطر پاتریوت بوده نیاز داشته سامانه پدافندی بخره نمیتونست رو بکنه نمیتونه نمیتونست علنی بکنه الان تو گزارششون داره رو میشه که اینا رفتن روز زدن نشستن صحبت کن که آقا تو یه تعداد به من بده الان کسی به تو حمله نمیکنه که با تو کسی کاری نداره که تو هم با کسی درگیری نداری که یه تعدادی من بده من فعلا آبرو حیثیتم در مقابله یمنی ها نره بعدن یک حالا صحبتی با هم خواهیم داشت میگه در مقابله با ببخشید در خصوص به اصطلاح پیگیری خرید این سامان ها از قطر به نتیجه نرسیده از یونان هم اون چیزی که میخواسته رو بهش نرسیده حالا داره, حالا داره تلاش میکنه که از طریق صهیونیست‌ها به اصطلاح خودمون گنبداهانی خریداری بکنه و این مشکل رو برطرف کنه در نهایت اومده به یک جمله رسیده این جمله خیلی جالبه میگه که ریاض از یک طرف داره تلاش میکنه این تسلیحات رو به دست بیاره از طرف دیگه یک مشکل اساسی تر داره و اون مشکل اینه که نتوانسته های اطلاعاتی مهمی داشته باشه تا بتواند مکانهای ساخت سلاح حوثی ها رو کشف کنند و چی شد اینا تو همه ها میگن ایران داره به اینجا سلاح میفرسته هیچ وقت به هیچکس کس که ایران چجوری سلاح میفرسته مثلا تو همه جاشو بسی همه جا رو محاصره کردی هواپیما هم نمیتونه بلند بشه ایران چجوری میفرسته توی رسانا همشون ادامهش میدن میگه نه ایران میفرسته حالا چجوری شما نمیدونیم ولی توی حرف در گوشی که میزنن یا توی گزارش که میرسن بر این تاکید دارن که آقا این سلاح داره تو خود یمن ساخته میشه مونتا تو ارزه نداری که بری جاشو پیدا کنی جاشو مورد هدف قرار بدی و این نکته جالب‌تر بهتون میگم خلاصه حرفی که میزنه این میگه که از یه طرف داره تلاش میکنه سلاح بخره از یه طرف نمیتونه با این مقابله بکنه میخواد کارخونه های ساخت سلاحش رو کشف بکنه بزنه که تو این جنگه پیروز باشه با وجود همه اینها با وجود این که نقشه راه رو هم میدونه باز کاری از پیش نبرده این گزارش رو من همینجا متوقف میکنم فقط صرفا میخوام به یک نکته اشاره بکنم اون چیزی که یاری میخونیم فارغ از اینکه بخواد ضعف سعودی نشون بده فارغ از اینکه بخواد به سلاح خودمون و براساس اون جمله که در گزارش اومده ولع سعودی برای خرید سامانه های پیشرفته نشون بده فارغ از همه اینها یک پیام برای من شما داره و اون پیام این هست اینها در مقابل محور مقاومت دارن تلاش میکنن که متحدانه عمل کنن حرف جدیدی هم نیست سالیان سالی که اینا متحدانه عمل کردن و به نتیجه نرسیدن الان دیگه وادار شدن که این رو علنی بکنن وقتی شما میبینی که داره تلاش میکنه از, از اسرائیل گنبد آهنین بخره پیام دیگری از آن چیزی که خدمت شما عرض کردم نمیشه برداشت کرد اگر موفق باشید من این گزارش رو همینجا متوقف میکنم چند تا از پیام ها رو میخوام بخونم علی آقای الهی یه پیام برای ما فرستاده من پیام شما رو خوندم گفته بود که میخوام ببینم که این پیام خونده میشه یعنی من پیام شما رو خوندم یکی از دوستان نوشته که آقای کریمی گفته تلگر عزیز خسته باشی خدا میدونه منتظرم تا ویدیو هاتون بیاد و ببینمشون تا الان پنج نفر از دوستان رو با برنامه و تحلیلاتون آشنا کردم به طوری که بیننده ثابت تحلیل های شما شدم با تشکر ابراهیم کریمی هستم از بشاگرد استان هرمزگان آقا دمتون گرم خیلی مخلصم دم بچه های بشاگرد گرم الهی که پرچمتون بالا باشه دم رفقاتون که دنبال میکنن هم گرم عرض ادب دارم خدمت این دوستان و امیدوارم که مطالب مورد پسند شما باشه یکی از دوستان اجازه من رو ببینم اون ویدیو که درباره مهدی هاشمی ارائه دادم یه سه نکته دوستان در بایش گفته بودن بعضی اشاره کردن که به هم وهم هاشمی که اخیرا حرفای مطرح شده یعنی خانواده ایشون دارن تلاش میکنن یک فضایی رو به وجود بیارن که بگن که آقا این کشته شد نه که جان خوش از دست جمله درست نیست ایشون کشته شد حالا من به پاسخ های منطقی که در این خصوص داده شده رسانه پیرامونش کار کردن من با اینو کار ندارم یه توییت زدم در این خصوص دوست داشتم این توییت رو اینجا هم بخونم گفتم که اگر یک نفر در این مملکت باشه که بخوایم بگیم که این یه نفر کشته شده این یه نفر جان خوشو به این شکل از دست داده اگه یه نفر رو بخوایم با قطیت بگیم زمین اینکه که من به همه روایت های رسمی احترام میذارم بر این باورم که اون یه نفر حاج احمد آقاست چهار روز قبل از اینکه ایشون به رحمت خدا بره یک نطق بسیار جنجالی و بسیار جدی در نقد دولت آقای هاشم رفسنجانی انجام میده بخشی از این نطق رو من میخونم حیرت آور بود میگفتش که به اسم سازندگی رفتن پل ساختن پل خراب شده روی سر مردم بعد ایشون در سخنرانیش میگه که اینو آمریکا خراب کرده اینو اسرائیل خراب کرده این ناکارآمدی شما هست این ضعف شما هست دارید به اسم سازندگی چیکار میکنید چهار روز بعد ایشون به رحمت خدا میره تازه ایشون جوون بود ایشون به لازم سنی خیلی پایین تر از آقای هاشمی بود که ایشان البته عمرشان را کرده بودن به نظر من ولی به هر جهت من فکر می‌کنم که این ماجرا حرفه بسیار زیادی داره نکات بسیار زیادی داره شاید لازم باشه یه مدار خصوص آقا صحبت بکنیم حالا که این حرفا داره مطرح به این بهانه بپرزیم به درگذشتی یا از دنیا رفتنی که به نظر من خیلی قابل تعامل هست پیام بعدی رو میخونم یکی از رفقای ما گفته که ضمن هزاران سپاس چقدر زیباست که میبینم افراد مختلف که همگی جوان هستن با اختلاف عقیده های دینی و مذهبی در یک راستا برنامه سازی و آن راستا حمایت از مادرمان و پرداختن به دفاع از مادرمان ایران و فرزندان لایق آن سربازان وطن هستند در تاریخ چنین سراغ نداریم امروز شاهد یکی از زیباترین اتفاقات تاریخی در ایرانیم پرچم همگی استوار و بالا و عظمت و شکوه کشورمان سپاسگزار و قدردان شما هستیم خیلی مخلصم ان سلامت باشین یه رفیقی یه دوست مشتی یه پیام برای من فرستاده بود این پیام به زبان انگلیسی بود از مخاطبین ما از رفقای ایرانی که فکر میکنم تسلط به زبان زبان فارسی کلن نشه به انگلیسی نوشته بود یه سری توصیه کرده بود گفته بود که برای حفظ ایران مسئولان این کشور باید اینا رو رعایت بکنن اصلا اون چیزهایی که نوشته بودی به نظر من باید با آبطلا نوشته بشه اینو بزنن یک جایی جلوی چشم مسئولان و بخونن واقعا حرف و حرف فوق العاده بود چه اونجاش که از استقلال گفتی چه اونجایی که از نوع مراوده با جهان حرف زدید بسیار ممنونم اون پیام رو من خوندم و اینکه سعی میکنم ترجمهش بکنم تو یک پستی یک جایی به یک شیوهی منتشرش بکنم و امیدوارم که مسئولان هم نظارگر این پیام ها و چیزهایی از این دست باشن اگر اجازه این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم تشکر ویژه میکنم از همه رفقایی که کامنت میفرستن و این تشکر ویژه میکنم از همه اون رفقایی که توی اینستاگرام موتور محرک ما شدن یعنی داره وقت میذاره تلاش میکنه حد اکثری اومده پایکار که محتوای ما دیده بشه این کار کار قابل احترام و ارزشمندیه ما همچنان تاکید میکنیم برای اینکه نیاز داریم به این حمایت نیاز داریم و قدردان شما و این لطف شما هستیم دوستان عزیز یه لحظه توجه بکنید این ویدیو رو من بعد از ضبط دوباره ضبط کردم دارم به شما ارائه میدم البته ویدیو نیست فایل صوتیه و توی این فایل صوتی یه نکته خیلی مهم میخوام بگم و اون نکته این هست امروز روز اول تبلیغات ما هست اگر مخاطب قدیمی ما باشید میدونید که ما هر ماه به مدت یک هفته تبلیغات داریم کل فعالیت رسانه ما و حمایت مالی ما از طریق همین بنر تبلیغاتی داره انجام میشه و تبلیغاتی که توی یوتیوب یه ماه فعالش کردیم یعنی کل دورنمای رسانه‌ای که تو ذهنمون داریم و اون ساختمون رسانه‌ای که توی ذهن ترسیم شده میخوایم بسازیم با همینا و درخواستم هم این هست حتما از شخص بنده حمایت داشته باشید بنده بتونم این مسیری که تو ذهنم تعریف کردم رو پیش ببرم یه جمله رم بدون تعارف میگم تو یک جلسه ای حدودا یک ماه پیش یک آقایی میاد میگه که یک حجت الاسلامی میگه که پیرامون منابع مالیشون بیاید ابهام ایجاد بکنید مخاطب دچار تشویش بشه من البته رو قبلا گفتم ولی کاملترش کنم. یه چند روزم میخوام تکرارش بکنم که دیگه بحثی نمونه من قبلا به اون مخاطب خودم میگفتم میگفتم از ما حمایت بکنید چون ما حمایت و ارگان ها و سازمان ها رو نداریم بودجه اونها رو نداریم با توجه به اینکه شما گفتین پیرامون ما این شبهه مطرح بشه من جمله‌مو کامل‌تر میکنم چون حمایت مراجع رو هم نداریم مراجع به شما بودجه میدن که شما کانال پاسخ به شهادت رو بندازی شما شبکه ماوراء رو بندازی. اینا رو به ما نمیدن که پس بنده موظف هستم مو با مخاطبم رو بازی بکنم بگم نقشه راه من اینه اگر صلاح میدونید از شخص من حمایت بکنید تا به بتونم این مسیر رو با قوت پیش ببرم نکته دیگه ندارم خیلی مخلصم الهی که پرچمتون بالا باشه وقتتون بخیر